سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به مدبس. فرزاد هستم به همراه آنایتا. میریم سراغ یکی دیگه از ترک های آلبوم زاخال اصلی سهراب ام جی به نام منهای یک. با ما همراه باشید. خب خیلی خوش اومدین، رفتیم دوباره سراغ بچه های زد بازی و سهراب ام جی و مهراد هیدن از آلبوم زاخار اصلی. فکر کنم اولین سینگل ترکی بودش که از این آلبوم اومدش بیرون، اگه اشتباه نکنم اولی این بودش اومد بیرون، به اسم منهای یک. حالا تو شنیدی؟ من نشدم. نه متاسفانه، خواستم بگم که من خیلی شرمنده شدم، من شرمنده هم و سهراب شدم نشدم. جالبه که مهراد هیدن بوده و تو توجه نکردی. توجه نکردم، ناراحت شدم خودم. از لیبل رادیو جوان پخش شده، لینکش هم زدم تو دیسکریپشن که ببینید. بعضی بچه ها سوال میکنن که شما مثلا چطور بعضی ها این کار گوش نکردی. من بارها توضیح دادم، بازم میگم بچه، خب یه مدتی ما اصلا موزیکای ایرانی کمتر گوش میدادیم یا انقدر دیگه کار رو گرفتاری بوده که روش فوکس نبودیم که هر آهنگی میاد گوش میدیم. احتمالا خیلی آهنگ پیش میادش که آلبوم از اول تا آخر بشیم گوش کنیم. مثلا من خودم دوست دارم سهراب ام جی خیلی، مهراد هیدن خیلی، ولی خب واقعا نشیدم، یعنی کل آلبوم زاخار اصلی من گوش نکردم، شاید فقط ترکای هیتش رو گوش کردم. آره دیگه، بعد خیلی ترکا هم دیگه چون تصمیم داشتیم این کار رو بزنیم گذاشتیم که اینجا دیگه با هم گوش کنیم. آره بریم سراغ آهنگ. قبلش سری یه نکته کوتاه بدم بچه، خیلی ها اومدین کامنت کردین، اصرار کردین که یه سری ویدیو غیر از ویدیوهای رپی و ریاکشن ما بسازین. تصمیم داریم که شروع کنیم، حالا یه سری موضوعاتی هم شما پیشنهاد دادی. ازتون خواهش میکنم اگر از شما کسی هست که میتونه تو ساخت اینا به ما کمک بکنه، یعنی اون موضوعات خاص رو حالا سورسش رو در اختیار بذاری یا به هر نوع کمک کنه، لطفاً به دایرکت در اینستاگرام به ما پیغام بدین که بتونیم استفاده کنیم از نظراتون و از در واقع همکاریتون. بریم سراغ آهنگ ببینیم که چه کردن. برو بریم آهنگسازشم فکر کنم پس حتما هیدنه دیگه. بله مشخصه کار دیگه. اون تو منهای یک می‌نویسه چکای ذهنشو با فکرهای بکر، داره با چشمای قرمزو اون تو منهای یکه. یه روز ببینیشون بالا، یه روز ببینیشون بالا، مالا ها چون کار داره حالا حالا. اون تو منهای یک میرویسه چکای ذهنشو با فکرهای بکر، داره با چشمای قرمزو اون تو منهای یکه. یه روز ببینیشون بالا، یه روز میبینیشون بالا، مالا ها چون کار داره حالا حالا. به 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 به، عجب اینتروی، چه شروعی، کاملا امضای آهنگسازی. آره مهراد هیدن رو داشتی که چه با چه گیتار خوبی شروع شد و چقدر قشنگ میگه که اون تو منهاییه که داره مینویسه و بیداره از دیدای چشاره و کاورش هم یه چیز خوشگله دیگه، یک آسانسوری که دیگه تو زیر زمین منفی یکه و دیگه منهای یک یعنی زیر صفر دیگه، همون اشاره به زیر زمین بودن داره دیگه، به همون اشاره داره. و چقدر خوبه، خدای مهراد هیدن یکی از بهترین آهنگسازای رپ فارسه و من واقعا بی صبرانه منتظر آلبوم زوزانقم. چرا؟ چون آهنگسازی مهراد هیدن با پرودوس جعفری که میدونم اونم سازها رو خیلی استفاده میکنه توی تنظیماتش، خیلی چیز خفنی باید بشه. دقیقاً اون چیزی که سلیقه من و توه. آره دقیقاً مهراد هیدنم چون من میدونم که علاقه به موزیک راکم داره و اینو با جاهای مختلف دیدیم. مثلا از دیستورت هم بعضی جا خیلی استفاده میکنه که بقیه پرودوسرای تو رپ فارسی کار نمیکنن. همکاری هم که خب با نیما رمضان اینا داشت، اصلا نشون داد که علاقه تیم راک داره خود کارا. اینه که آره این کارهایی که اینجوری میسازه و دقیقا تو اون راستای که من تو خیال کنم. ببین بقیه شو عشق کنیم. یه روز ببینیشون بالا، یه روز ببینیشون بالا، مالا ها چون کار داره حالا حالا. کرد
دیدیم دیگه دورا رو سفید، این کله بود جور سهراب و کشید صدامونو دارین از تو خیابون، همه دست تو جیبامون، پامون هست پوتینامون هنو. آقا این دور یارم نره چقدر باحال گفت دیگه کریم دورا رو سفید، این کله جور سهراب و کشید سفید شده شقیقه‌هاش و موهاشو میگه خدمت دیگه دوره سفید شده، مال اون دوره سفید شده، مال ما ریشمون سفید شده. دامون رو دارین از تو خیابون، همه دست تو جیبامون، پامون هست پوتینامون هنو. شروع کردیم ما هم منهای یک، اون موقع خبری نبودن امضای چک، فقط پیکای سک وسط جنسای فیک، الان ماه در میاریم این ورسای تک. بس وقت باید اب دست بری یا یه چیزی اب دست بری، شاید افتادی از خستگی ولی میارزه اگه بخوای درس پس بدی. چون من تکی رفتم جلو کسی حریفم نشد، جوری گفتم گوره بابا دنیا ظریفم نگفت. تو میری به پای وقت نشی پنچر و اینجا وضعیت خرابه قضیت نکن. ظریفم نگفت چیزو بگو، کوچولی گفتم گوره دنیا که ظریفم اونجوری نگو، روی دنیا وای نساد بگه. ورسه خیلی خوب بود کلا درباره خودشون. ببین دو پهلو هم میتونی همین بچه زیرزمین تو موزیک بگی باره. که حالا رپ فارسی هم بوده، حالا راک هم که چجوری خودشون کشتن بالا، کل کار موتیویت همین که تو هر در واقع زمینه ای آدم ها این امکان برشون هست. داره میگه میگه آره. که اینجاش خیلی خوش بگو، ممکنه یه جایی برسی یه چیزی دست بدی یا پا روی یه سری از چیزا بذاری، ولی دوباره بیشترش اصلا راه موفقیت آره. همینه راه موفقیت اینه که یه بارتو سبک کنی، یه چیزی دست بدی دقیقا. تا بتونی اوج بگیری. دقیقا همینه دیگه، انسان های موفق بچه ها آدم هایی هن که بارها زمین خوردن. اصلا این زمین خوردنه جزئیه، این زمین خوردن ها دقیقا دیتیل های موفقیت رو تشکیل میده، جزئیاتیه که به موفقیت خواهد رسید. ما خودم 10 بار اومدیم پایین رو دوباره کشیدیم بالا و اصلا قشنگی دنیا به همینه، باید جنگید تا لحظه آخر. یه روز میبینیشون بالا یه روز میبینیشون بالا مالا ها چون کار داره حالا حالا نه نبودم لنگ فرصت گرو خونی چیه حاجی گنگ مثبت متحد تو این جنگ قدرت بگو بیان همه رفیقای کم جنگ مصبت به خودت به سرقایشی که داشت میخون. خب میخواستم بگم اصلا سراب اینجا گنگ داره کلن تو خونش، به خودم خون تو خونش گنگ داره. عجب گروخونی چه گنگ مصبت، عجب واژه خفنی و استفاده خیلی گنگ مصبت گروخونیش خیلی بالو نه گروخونی چیه گنگ مصبت بالو مصبت متحد تو این جنگ قدرت بگو بیان همه رفیقای کله گندکی ها هنرمندن ها اونایی که سبک دو در کردن صرف تا صدشو خودم رفتم تشویقا باس بشه بلندتر پس همو کلن خسته است چند سال دیگه استیج مال ماست واسه خیلی ها استرس داره باز زیر زمین با یه استعداد خاص همه جا رو میگیره و استثمار فا دیگه گفت چند سال دیگه استیج مال ما صدای هیاهوی استیج جمعیت اومد چقدر قشنگ پر خیلی داره چیز میکنه اون زیرو خیلی قشنگ پر میکنه. خب فقط تا اینجا نمیدونم احساس میکنم که باز باید بیشتر این زیرو نذاره موزیک تکراری بشه، یکم تمپوش پایینه نمیدونم از نظرم. خب حالا بذار تا آخر آره البته تا آخر گوش نکنم بذار تا آخر زیر زمین با یه استعداد خاص همه جا رو میگیره و استثمار فاس من از واقعی واقعی سرم داغ نمیکنه هر باده ای سرمو مهم نیست به مافری ندن خب من ترجیح میدم تو هر باجه ای نرم رو از اولش اینجوری نبود باش خالی پیزوری که بود شد بعد شد خط بعد خط پسر خوب دود پسر بد قول دادم به خودم که یه رو میرسم تصویرشو برام تو بگو میکشم دنبال این نبودم که دیدشم نه الان شهر داره میلرزه زیر منو پام صفر شده هیچ
جا نمیرم جام چف شده بیتام حفظ شده بابام گفت برو به پسر لاوالیش منم رفتم زیر زمین زدم خاک و آتیش به به خیلی چه لفظای خوبی میاد استاره بالی بود کاری که کرده منم زیر زمین رو زدم خاک و آتیش خیلی خیلی خوشگل کنه دو سه تا واژه خیلی خوب تا الان گفته تو این و مهرات هیتن و چقدر تحریر خوبی استفاده میکنه چقدر واقعا میگم این راک اصلا انگار تو خونه این بشره الان بچه ها میگم باز میمیسم میگم این فلو بود تحریر نبود متفاوت تحریر و فلو با هم تو رپ فلو میگن تا اونجا که من سوالشو دارم حالا نمیگم خیلی میدونم ولی فلوی عالی تو خوندن و خواندن اولاً تحریر دیگه این تحریرایی که استفاده میکنه مهران البته شاید هم همون حال تو رپ بهش میگن فلو نمیدونم ولی عالیه یعنی من خیلی باهاش هستم ببین آنایتم اینو میخوام بگم ببین مهرات هیدن به عنوان پرودوسری که من خیلی حال میکنم با سلایقش ببین از افکتای مختلف و پلاگین مختلف چی جوری استفاده میکنه رو صداش من منظورم اینه اگر که قرار از افکتی حالا اوتوتیون یا هر چیز دیگه استفاده بشه اینجوری باید به جا استفاده بشه به این پختگی باید استفاده بشه و من موافق اینم خب نظر کلی یکی این که خیلی دلم میخواست که مهرات هیدن یه ورس طولانی تری داشت یعنی کورس رو فقط نمیخون یا اون به اون دوتا بیت کوچیک افاقه خب مهرات اگه دا صبح هم میخون تو باز راضی نمیشد خب دوست داشتم که بخونه خب بعد این که در این حال که خیلی تکس ورسه یعنی ورسای سه تا ورس کام خوندش اینجای گنگ بود ولی در این حال موتیویت هم بود و خیلی جالب بود از سهراب دوست داشتم که سهراب معمولا گنگه از هیدن خیلی موتیویت اصلا کلا هیدن نمیدونم چون صدایش به موتیویت خوندن خیلی میخوره آره واقعا ولی از سهراب خیلی خوشم اومد که در این حال که گنگ بود خیلی پیام های خوبی داشت توش موتیویت و محتوای خوبی داشت در کل کار و اسم ترک رو چقدر دوست داشتم چقدر میخورد به کار یک به فاز کار میخورد موزیکی مهرات هیدن ساخته به فاز کار خیلی میخورد نظر شخصی من ولی این از این موزیکایی که استایل خود هیدنه و من خیلی دوستش دارم ولی وقتی تنهایی میاد کل کارو میسازه برای سهراب اون سهراب لیریکشین عالی بود من فکر میکنم که نظر شخصی می نمیگم کار ضعف داشته ولی به نظر من اگر تمپو کار یه مقدار بالاتر بود سهراب بیشتر سوار این کار بود ولی تیکایی که خودش بود عالی بود به نظر من تیکایی که شاید اگه خودش یه ورس توش داشت این شاید چرا چون اونجایی که ورسایی که سهراب میخوند و من لیریکشو دوست داشتم ولی با توجه به فلوی که همیشه میخونه این فلوی روی این آهنگ احساس کردم که این تمپو تیکایی چیزی بود تمپو کار پایینه نرمال خود به نظر من احساس میکردم سهراب یکم تمپوشو به خاطر این کار آورده پایین و یه خورده کش میومد کار از نظر من شاید از نظر شخصی من حالا من نه متخصص موسیقی هم نه چیزی نظر شخصی من کاملا دارم میگم ولی با کل کار بودم لیریک سهراب خیلی دوست داشتم ولی کورس مهرادم کل آهنگ خوب ولی به نظرم اونجا از نظر من باید تمپو بالاتر بود جذابتر میشد
در کل که عالی دیگه، خیلی حال کردیم. در کل که اینم تقدیم بچه های زد بازی باز باز زد زد بازی باز بچه. یه نکته جالبه، یکی از دوستان اومده و کامنت کرده بچه ها، خیلی برای من جالب بود. گفت من رفتم، حالا نمیدونم فکر کنم تا دیروز چران دیشب با کانر ماشنا شده بود، لطف داشت رفته بود به قول خودش کامنت بلند بلند برام زده بود که آقا من رفتم تقریبا کل آهنگاتون رو درگیر شدم، نشستم کل ویدیوهاتون دیدم، که من ازش تشکر میکنم واقعا، دمت گرم. بعد نوشته بود که واقعا مثلا اگر از 100% بخوایم حساب کنیم، شما 40% ملتفت رفتین، 30% زد بازی و بچهای زد بازی رفتین، 30% دیگه هم آرتیستای دیگر رفتین، و این واقعیت دیگه کار ما وجود داره. یعنی ما درسته ما ملتفت زیاد میریم، چون خداییش هم آخه شما هم درخواستون زیاده، خودم حال میکنیم، ولی بعضی هم میان میگن زد بازی اصلا نرفتیم. نه، ما اگه 40% مرتفع رفتیم زد بازی هم خداییش 30-35% رفتیم. الان هم که دیگه داریم میریم که راضی باشیم دیگه، چون ما دوست داریم همه سلیقه ها رو دور هم داشته باشیم، با هم حال کنیم دیگه. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودید، مرسی از حمایتاتون، از کامنتاتون. بازم اگر آهنگی رو دوست دارید کامنت کنید، ما حتما میریم. یه سری دوستان میگن آقا مثلا من یه ماه دارم یه سری کامنت میکنم شما نرفتیم، حالا تا اونجا که بتونم من کامنت دادم بهشون. بچه ها شاید ترکی باشه که شما یک ماه پیش گفته باشین، شاید این فردا بریم، شاید هم نریم. اونایی که نمیریم دلیلش این نیست ما نادیده میگیریم بعضیا رو، به هیچ عنوان، ما برای همه احترام قائلیم، ولی کن بعضی از ویدیو بازم تکرار میکنم، بعضی از آهنگا کپی رایت داره و تعدادم زیاده دیگه، و تعدادم داره زیاد میشه. جالبه همین آهنگ قافم که ما رفتیم، آهنگ مرجان، خدا رحمت کنه خانم مرجانو، ولی کپی رایت ما گرفتیم به خاطر اون آهنگ. یا سوئل رو شما میگین سوئل برین، سوئل کپی رایت گرفتیم دیگه، نمیتونیم آهنگای دیگه شو بریم، ولی اونایی که کپی رایت نداره حتما دیر یا زود داره، ولی سوخت و سوز نداره. اگر که سابسکرایب نکردیم توی این بقید سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، نوتیفیکیشن بعد فعال بشه، هشتگ مدرس من و اونایی که از این طریق تو کلیه فاز مجازی به راحتی ما رو پیدا میکنید، فعال تو سوشال مدیامون، اینستاگرام، فیسبوک، توییتر، یه سر بزنید که حال کردین، اونجا من و اونایی رو فالو کنید. لطفاً از هر جای دنیا دارین این ویدیو نگاه می‌کنید، پر از آرامش و سلامتی براتون باشه و کل یاد مجدی دوستتون رو پر کرده باشه. شب و روز لاکچری داشته باشین. خدا نگهدار.